پنج فیلم بسیار جذاب برای آخر هفته بهتون معرفی میشه توی این برنامه. قسمت 12 پنج فیلم که باید ببینید. سلام، اسار منصوری هستم. توی این برنامه که قسمت 12 محسوب میشه، قسمت دیگه هم توی کانال هست، ویدیوهای معرفی یک دقیقه فیلم‌های بسیار خوبی که توی اینستاگرام معرفی کردم قبلا رو پنج تا تو پکیج‌های 5 تایی بهتون معرفی میکنم که یک جا معرفی شده باشه، راحت‌تر پیداشون بکنید و لذت ببرید. انتهای این برنامه احتمالاً 2-3 تا فیلمی که شاید حالا 1-2 تا فیلمی که حداقل ندیدی و جذاب برات خواهد بود سید میکنی و میری تماشا میکنی. ته برنامه اولویت بندیمون نسبت به علاقم به این 5 فیلم هم بهتون خواهم گفت که اول کدومو دوست دارم تا پنجمی. بریم. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که تا ویدیو جدید گذاشتم خبردار بشی و بیای فیلمای خوب بهت معرفی بکنم، تحلیل فیلم ببینی، بررسی فیلم ببینی، کیف کنی با سینما. شماره 1، هر یا او. ژانر علمی تخیلی رمانتیک، کارگردان اسپایک جونز، محصول امریکا 2013. بودو برای پیشرفت تکنولوژی. داری میدوی برای تنها تر کردن خودت عزیز. تئودور یه مرد تنهاست، افسرده، شکسته، عشقی خورده، له، اثر تنهایی با یه سیستم عامل ارتباط برقرار میکنه با صدای زنانه، با یه سیستم عامل فوق هوشمند به اسم سامانتا. سیستم عاملی که انگار احساس داره، غمگین میشه، هیجان زده میشه، رشد میکنه و چیزی فراتر از اون، فیلمی که ادعای بزرگی میکنه و بزرگه. هر میخواد بگه توی دنیایی پر از رنگ و نورهای خوشگل آدم بدبخت عالمه چون تنهاست. تویی که داری با موبایلت منو میبینی، گوشی رو بذار کنار، با یه آدم واقعی حرف بزن لطفا. نمره هاش: IMDb 8.1، Rotten Tomatoes 94%، Metacritic 91%. 78% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلم رو دوست داشتن. یه نکته جالبی بهتون بگم، توی فیلم هر برای نشون دادن امریکای پیشرفته لوکیشن رو بردن توی شانگهای چین، یعنی ظاهر شانگهای چین این امریکای پیشرفته در آینده است. اسکارل جانسن توی فیلم هر نقش آفرینی میکنه، اما چهرش رو اصلا نمیبینیم و فقط صداش رو میشنویم. در حقیقت صدا پیشه نقش سامانتا همون هوش مصنوعیه. حضور غیر فیزیکی اسکارل جانسن توی این فیلم موندگار شد. فیلم داره انتهای ناامیدی و تنهایی رو به رخ آدم میکشه، به شدت توجه آدم رو جلب میکنه، بی‌نظیره. یکی از خاص‌ترین و نابترین فیلم‌هایی بود که دیدم، بسیار کسل کننده. آب دستتونه بذارید زمین و این فیلم رو رؤیت کنید. این فیلم درد چه کسایی میخوره؟ کیا ببینن لذت میبرن؟ فیلم برای کسایی که تنهایی رو تجربه کردن و میفهمنش بسیار بسیار میتونه غم‌انگیز باشه، اما عمیق و پرمعنی. واکین فینیکس به نظر من یک معجزه است در عرصه بازیگری. لطفا اگه فیلم هر رو دیدی نظرتون در موردش بنویس. چه بادی شد، نمیدونم صدا رو میشنوید یا نه. لطفا اگه فیلم هر رو دیدی نظرتون در موردش بنویس، دیگران رو راهنمایی بکن. اگه ندیدیش فکر می‌کنی لذت میبری، ببر توی لیست تماشات. شماره 2، انیمیشن روح، کمدی درام، کارگردان پیت داکتر، اگه شما نگم، محصول امریکا 2020. جو گاردنر این مرد پا به سن گذاشته عاشق اینه که نوازنده موسیقی جاز باشه، استعدادشو هم داره. اما فقط معلم موسیقی بچه های یوبس و مایوس کننده مدرسه است. یهو معجزه میشه، یه موقعیت براش پیش میاد که بره ساز بزنه توی یه گروه خیلی خفن. از 6 تا 106 ساله ببینن این انیمیشن رو. بچه ها هم نیدن ولی تو ببین. تو اگه سال بعدی رو پیش رو گذاشتی ببین. اگه فکر میکنی زندگی زیبا نیست، اگه خودتو دوست داری، اگه دوست داری خودتو دوست داشته باشی، ببین سولو. یه انیمیشن خنده دار. دقیق در تصویر سازی و موشن، سرگرم کننده، عمیق. اصلا البته اگه سال بعدی رو پشت سر گذاشتی نه پیش رو گذاشتی. سوتی داد. نمره ها: 8.1 IMDb، 95% Rotten Tomatoes، 83% Metacritic، 91% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلم رو پسندیدن. آمار خیلی خوبیه. ویدئوی بررسی و تحلیل
انیمیشن سول رو ساختم قبلا، اگه تو یوتیوبی لینکش رو برات میذارم ببینی، اگه تو اینستاگرامی کاورش اینه که داری میبینی. نظرات رو بخونیم. خیلی مفهومی بود و به درد نخور. مگه بد مفهومی باشه؟ اگه منظورت اینه که سرگرم کننده نبود، که چرا به نظر من سرگرم کننده هم بود. واقعا یکی از بهترین و مفهومی ترین کارتون های تاریخ. نمیدونم هنوز کارتون میگن یا نه. خیلی دوستش داشتم. پیشنهادت عالی بود. خیلی جذاب بود. بیشتر نظرات مثبت در مورد انیمیشن سول. این انیمیشن پایان خوبی بود برای یک سال بسیار بد، یعنی سال 2020. نمیدونم 2021 رو قراره چی بشوره ببره. برای کیا خوبه؟ به درد کیا میخوره این فیلم؟ کسایی که انیمیشن دوستن که خب قطعا ببین. کسایی که انیمیشن دوست نیستن ببینن، احتمالا نظرشون نسبت به انیمیشن عوض میشه. اگه دنبال خلاصه بگم، اگه دنبال حال خوبی انیمیشن سول رو ببین، اگه بچه کوچیکم داری که به اونها هم نشون بده، اونها هم لذت ببرن. لطفا اگه دیدی انیمیشن سول رو نظرت در موردش بنویس، به اشتراک بذار با ما، و اگه ندیدیش فکر می‌کنی لذت می‌بری که احتمالاً همینجور خواهد بود، ببر توی لیست تماشات. شماره 3، The Gift یا هدیه. کارگردان جول اجرتون، تریلر روانشناسی، محصول 2015 امریکا. گیفت رو با اکراه شروع کردم به دیدن. یه خورده که گذشت اینجوری بودم که یا خدا خدا. سایمون و رابین بعد از سقط جنین رابین اومدن کالیفرنیا، یه خونه خوشگل گرفتن، یه شغل خوب، یه زندگی آروم و در آرامش شروع کنن. نمیشه که همه چی خوشگل پیش بره، اینجوری باشه که داستان شکل نمیگیره. چی میشه؟ گوردو وارد زندگیشون میشه. همکلاسی سالها پیش سایمن بوده. خیلی ابراز علاقه میکنه برای اینکه در ارتباط باشه با اینا. مثلا هر روز که سایمن سر کاره، یه هدیه، یه کادوی چیزی، یه لطفی میاد میکنه به رابینو، میره. گردوی مهربان. یه حس لطیف خود زرنگ پنداری بهمون میده که انگار میدونیم داره چه اتفاقی میفته. سایمن says new house. هدیه یه تریلر روانشناسانه است که روانتون نشونه میگیره و میزنه به هدف. یه فیلم آروم رسوخ کننده که وقتی تموم شد هیچ بعید نیست همون لحظه بزنی از اول ببینی. نمره ها: IMDb 7، Rotten Tomatoes 91، Metacritic 77 و 61% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلم دوست. 61%؟ چی؟ از اولش کن آقا، بکنین. این نمره اصلا عجیبه، من نمیدونم یعنی چی 61%. روند قصه به نظرم یه آروم درگیر کننده است با پایانی ویران کننده. نویسنده و کارگردان این فیلم بازیگر مطرح هالیوودی جول اجرتنه. یه فیلم عالی، یه جورای آدم شوکه میشه با پایانش. چرا انقدر ازش خوب تعریف میکنی؟ فکر کردم چه خبره، حیف وقت. خوب حیف نظر. یه جوری معرفی میکنه که مجبورم ببینم، مجبور. پایان فیلم با مخ میزنتت زمین. اگه قصه های سورپرایز کننده دوست دارید این فیلمو ببینید، که البته کمی با ترس و تم نزدیک به جنایی همراه. چند روز پیش دایرکتی در مورد این فیلم دریافت کردم از یه آقایی در مورد زندگی شخصیشون که انگار دوچار حادثه‌ای مثل این فیلم شده بودن. بنابراین فکر میکنم که منهای این که فیلم جذاب و سرگرم کننده ایه، میتونه درس عبرتی باشه و آگاه کننده هم باشه برای خانواده ها. پیام ناراحت کننده بود، نمیگم که چی بود، ولی چون هم فیلم سپویل میشه هم ممکنه اون آدم دوست نداشته باشه. ولی به هر حال از این جهت هم میشه بهش توجه کرد که هشدار دهنده است، فیلم هشدار دهنده. اگه فیلم هدیه رو دیدی نظرتو در موردش حتما کامنت بکن، چون میبینیم که نظرات منفی تو کامنت ها در موردش زیاد اومده. لطفا شما نظرتون رو بنویسید که دیگران راهنمایی بشن در موردش. شماره 4، قطار بوسان، اکشن وحشت، کارگردان یون سانگ هو، محصول 2016 کره جنوبی. مثل پایی که زامبی گاز گرفته و این سم، این خوی وحشی تو کل بدن منتشر میشه، هیجان و تعلیق قطاری به بوسان تسخیر میکنه کل وجودمون رو. مسافرای قطار بوسان یهو متوجه میشن که زامبی ها دارن کشور رو میگیرن. چرا باید فکر کنیم که توی همون قطار زامبی نیست؟ این فیلم یه فیلم زامبی محور معمولی نیست، یه فیلم مهندسی ساز و پر از احساسه که خون توی رگهاش جریان داره و بعید میدونم حتی موقعی که داری میبینیش بتونی تخمه بشکنی. فیلمی که بهت وحشت میده و تفکر، کی وحشی تره؟ یه زامبی یا اونی که حاضر عالم و آدم نابود شن خودش صحیح و سالم بمونه؟ قطاری به بوسان یه جایی از وجودمون اذیت میکنه که دوست داریم اذیت بشه، مرضشو داریم. ما نیاز داریم گاهی بترسیم و این گوهر هنر، سینما،
ترس بی خطر هدیه میکنه بهمون. جانم سینما. نمره ها 7.6 IMDb، راتن تومیتوز 94%، متاکریتیک 72%، 76% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلمو دوست داشتن. نظرات. فکر نمی‌کردم یه فیلم کره‌ای اینقدر جذاب و گیرا. فکر کنید سینمای کره رو جدی بگیرید. کره فقط جومونگ و جواهری در قصر نیست، قبلا هم گفتم. من که میدونم قرار شب خوابم نبره، ولی میذارم دانلود. دست شما درد نکنه. برای چه کسایی مناسبه؟ برای کسایی که دنبال هیجانن، برای کسایی که فیلمای زامبی محور رو دوست دارن ولی براشون مهمه که مکانیکی نباشه، احساس داشته باشه. یه فیلم دیگه تو همین حال و هوا اگه بخوام بهتون معرفی بکنم که برام خیلی سرگرم کننده بود و هیجان ایجاد کرد، World War Z یا جنگ جهانی زد هست. شما هم پیشنهاد بدید، فیلم خوب زامبی محور پیشنهاد بدید توی کامنت ها. اگه فیلم قطاری به بوسان رو دیدی نظرت رو حتما کامنت بکن. اگه ندیدیش فکر میکنی لذت میبری، ببر توی لیست تماشات. شماره 5، روزهای بهتر. جنایی عاشقانه، کارگردان چونگ تسانگ، امیدوارم درست گفته باشم، محصول چین 2019. توی مدرسه جزو کسایی بود که اذیتت میکردن یا اذیت میکردی؟ خدا کنه جزو هیچ کدومشون نبوده باشی. دختری تحت فشار آزار و اذیت همکلاسی‌هاش خودکشی میکنه. خب حالا بعد این بچه های نکبت سایکو یه سوژه جدیدی برای تخلیه عقده هاشون پیدا کنن دیگه. روزهای بهتر یه فیلم به شدت موزیه، یه جور رفتار میکنه که انگار خیلی آرومه، کاری نداره باهات، گولشو نخوری. به یه نتیجه رسیده این شرق آسیایی ها تا آخرای فیلم بیننده رو پاره پوره نکنن دست بردار نیست. اونجا که میگه خب دیگه داره تموم میشه، بد نبود، خوب بود، میگه کجا عمو جون، من تازه میخوام شروع کنم. جنس چینی درجه یک داریم، درجه دو داریم، درجه سه داریم. جنس چینی درجه یک برات آوردم. مدرن 2019. برش دار، پشیمون نمیشی. نمره ها 7.6 IMDb، 97% راتن تومیتوز و 83% متاکریتیک. 58% مخاطبین صفحه اینستاگرام من این فیلمو دوست داشتن. فیلم روزهای بهتر محصول چینه گفتم، ولی جنس درجه یک چینیه. خیلی ها احتمالاً ندیدنش و دارن در حق خودشون ظلم میکنن. هر آدمی به خودش مدیونه چنین فیلمی رو در زندگیش ببینه. نبات، اگه عاشق چرخش های داستانی سورپرایز کننده هستی این فیلم رو ببین. و تمام. یه نظر جالب بخونم. آسیای شرقی ها انگار تو فیلم هی از وسط میشکافنت، دوباره هی میدوزنت، آخر فیلم برای بار آخر جرواجرت میکنن، بعدم میگن هم نخوسوزن گم شد هم چسب تموم شده، کلن مریضن. ولی من که با این فیلم گریه کردم. این فیلم عالی بود. خیلی فیلم دیدم آخه این چی بود معرفی کردی؟ مهرت از دلم رفت بیرون. بیشتر با اختلاف بیشتر کامنت ها مثبت. فیلم قدر نادیده و کمتر دیده شده ایه. توی فیلم که هم نامزدهای اسکار امسال هم بود. خب بریم سراغ اولویت بندیم که کدوم فیلم رو بیشتر دوست دارم. از 1 تا 5 اولویت هامو بهتون میگم. شماره 1 من در این لیست شاید براتون عجیب باشه ولی روزهای بهتره. شماره 2 هر. شماره 3 هدیه. شماره 4 روح. و شماره 5 قطاری به بوسان. همه رو خیلی دوست دارم، اما اولویت بندی این شکلیه. شما بگید کدوم یکی از این فیلم هایی که معرفی کردم رو دیدید و کدوم یکی رو سید کردید. خیلی مخلصم، خیلی مخلصم، خیلی مخلصم. سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که ویدیو گذاشتم خبردار شی. خدافظ.